خدمت تمام دوستان، انشاءالله ماه خوبی رو در پیش داشته باشی. ماه تموز، روش خودش تموز، همونطور که سران اطلاع دارن، به عزت شم عزت شنی طرف روز شبات و یک شبات روش خودش هست، روش خودش تموز. و از اونجایی که شبات و روش خودش با هم دیگه قرار گرفته، روش خودش روز شبات افتاده، هفتارای پاراشای قرح رو نمیخونه. پاراشای هفته هم تو که میدونی قرح سرموی مشه که به خاطر جاه طلبی و پول و ثروتی که داشت و مخصوصا زن بعد، باعث شد که خودش و خانوادش و تمام هستیش از بین بره. تو که در گمارا اومده که در مورد حیوانات مختلف میان در حضور اقدس بارو خوب تشکر کنن که اونها رو آفریده، البته اون مناخی که دارن شطور به جایی که بیاد تشکر کنه در حضور خدا میگه من با این حیوان به این بزرگی که حتی قدمم از گاو هم بالاتر از بزرگ، خب مسلمه که خیلی بزرگتر هستن، نبایستی که شاخ داشته باشن. شبیه طرح میفرماد تو چیزی که داری بهش قانع نیستی، دومت هم از این میگیر. البته این به عنوان مثال در گمارا اومده برای ما توضیح داده که کسی که به چیزی که داره قانع نیست، اون چیزی هم که داره ازش گرفته میشه. قدردانی و تشکر کردن از درگاه هشم یتبارخ به عهده هر کدوم از ما هست. و متاسفانه قرح این خصلت رو از خودش دور کرده بود و باعث شد که برای خودش و خانوادش ناراحتی و اون رنج هایی که در گهینا میکشه، البته درش مخلوقته که بچه هاش به تشوها برگشتن، در حال سختی کشیدن. هفتارایی هم که ما میخونیم البته کاری به پاراشا نداره، ولی در این مورد صحبت هم میکنه، نکته در این مورد صحبت میکنه و نکته اصلیش در مورد روش خودش و شباته که در آخر هفتارا اقدسوار خود توسط یشعیا نبی این چنین اعلام میکنه و هایا میده خودش به خودشو و میده شبات و شباتو یا با کلباسه نشتحول فانای امر هشم. زمانی میرسه که افراد در تمام گوشه دنیا در هر جایی که هستن در زمان اومدن ماشیح که همه به خداپرستی روی میارن، زمانی میرسه که هر هفته میتونن بیان زیارت بیت المقدس. هر ماه هر هفته که این نکته واقع در زمانی که حدود 3000 سال پیش یشعیا نبی این نبوت رو آورده که پدران ما این جمله رو می‌خوندن، در حال واقع که حدود بگیم 20 سال پیش، 150 سال پیش قبل از اینکه هواپیما بتونن اختراع کنن و این وسایل نقلیه، چجور این جمله رو می‌فهمیدن که هر هفته بتونن کسی که
فرزند در آمریکا زندگی میکنه، در هر یک هفته هر شبات هر روز جمعه بیاد زیارت بیت المقدس، یک شنبات برگرد خونش. این با ایمانی که پدران ما به درگاه هشم داشتن و به تراتر و قدرش های برایشون ساده بود، ولی الان برای ما کاملا واضح و مشخص شد. و از اونجایی که این هفته را راجب این نکته روش خودش و شبات صحبت میکنه، انتخابش کردن برای هفته شباتی که در اون روش خودش واقع میشه خونده میشه. این هفته را همطور که خدمتون عرض شد از یشعیا آخرین فصل کتاب یشعیا نویه، فصل سمخواب 66، تمام این فصل خونده میشه که 24 پاسخ هست. یه بزدت شیطرخ تفسیرش رو به حضرتون عرض میکنه. برای اینکه بتونید گوش کنید، هفتارا رو در آخر، معمولا آخر سفر الان بمیدوار هستیم، میتونید پیدا کنید و دنبال کنید. نوشته هفتارا چبات و روش خودش. و از اونجایی هم که به ذاتش امروز یک شبات هم روش خودش هست، رسم بر اینه که پاسخ اول و آخر پاراشای هفتارای مخار خودش هم خونده میشه. بعد از اینکه هفتارای اصلی کوامر هشم از یشعیا نوی خونده شد، هفتارای که مربوط بهش داستان داوید و یهوناتان هست که اون از کتاب شموئل 2 هست که پاسخ اول و آخرش رو میخونه. ولی از این هفته‌های این هفته از هفته‌های هشمعیم کیسگیه. کو آمر ادونای هشمعیم کیسگی و هارز هدوم رگرای از بایی تشتیب نونی و از مقام منوحتی. این چنین می فرماید خداوند، آسمان ها مانند کرسی من هستند، زمین جای تحت قدم من است. چه خانه ای شما می توانید برای من بنا کنید و چه مکانی برای آسایشگاه من؟ این نبوتی که شروع میکنه و پیامی که یشعیا نبی میاره در زمانی که الان بیت المقدس بوده، ولی متاسفانه بیت المقدس که خراب میشه، شخینای هشم از زمین روی زمین دور میشه. با زمانی که ما بیت المقدس داشتیم، خونه خدا داشتیم، رابطه ما با هشم تورخ بسه تقدیم قربانی ها، تفیله ها که خونده می شد در مکان مقدس بیت المقدس، رابطه خیلی نزدیک داشت. ولی به خاطر گناهانمون متاسفانه هنوز بیت المقدس ما خرابه و آباد نشد. این پیام در زمان برای زمانی که بیت المقدس خراب شده، شیطان توسط یشعیا نبی می فرماد که من زمین رو ول کردم، شخینام رو از بیت المقدس که روی زمین بود دور کردم. هشمعیم در آسمان ها هستم. هشمعیم کیستی؟ در آسمان هاش من از شما دور شدم. چه خونه ای برای من میتونی درست کنی تا که بیت المقدس تو خراب شده؟ چه محلی میتونی برای من درست کنی که من شخینام رو در میون شما بگذارم؟ بیت المقدس نداری، ولی جایگزین میتونه داشته باشه. جایگزینش چیه؟ در پاسخ بعد به ما میگه که چیه اینجا. لدکال لیادی عصاتا، تمام اینها را من قدرت من ایجاد نموده است.
و بودند برای من اینها، میفرماید خداوند، ولی من به کسی نگاه می کنم که خودش را حقیر قرار دهد. کسی که پرهوس نباشد، کسی که ترس داشته باشد از کلام من. این جواب سؤال یکی اقادش بارخو از مردم میپرسه. میگه شما میدونید چه خونه میتونید برای من درست کنید؟ بیت المقدس خراب شده، شما میتونید جایی رو درست کنید که من شخینام رو در اون قرار بدم، جایی که اونجا تکبر و غرور نباشه. کسی که تکبر داشته باشه، اقادش بارخو میفرماد این انی و او یا خورین را دور بیه، من و اون هم تونیم یک جا باشیم. یه وح اینایم او رو خبرواب اتو لو او خواد التیقه اتو الا ایتو، در تهری میخونیم یه وح اینایم او رو خبرواب. کسی که تکبر داره و چشم جرونه حوص بازه، خود شرخو میفرماد اتو لو او خواد، من او رو نمیخوام. اتو در شیر عملات این پاسخ جز شیر عملات هاست، جز 15 شیر عملاتی که هست، اوتو بدون واو نوشته، واو اول نداره، میتونیم بخونیم ایتو با او. عقاد شارخو میفرماد یه وعینه این مور خرواب ایتو یعنی با او نمیتونم باشم، نه ای که او رو نمیخوام، یعنی بدتر از او، ایتو هر جا که او بره من نمیتونم اونجا باشم. از خونه ای که ما میتونیم درست کنیم جایی که تواضع و فروتنی باشه، مخصوصا در خونه انسان. در کتاب تانا دوه الیاهو زوترا، کتابی که الیاهو ونزا خودتو تمام متعادلش رو به راوخانان گفته و در این کتاب اومده به نام تانا دوه الیاهو، تو که یک قسمت هاشم مثلا در تفیلا داریم تانا دوه خودتو کلرشون الا خود بخوریم، یا یک قسمتش در از اون کتاب بردن. مکتب الیاهو فرماد هو مئود آنا اوشفر روح، بسیار زیاد تواضع و فروتنی داشته باش. غیر از این هو علو و آنا لخور آدم، علو یعنی مورد توهین قرار بگیر، یعنی اگر توهین هم به تو گفتن کردن خاص شلون جواب نده. به تمام انسان ها بخشه بتخواهد میکنه و از نسبت به افراد خانوادت، زنت، بچه ها بیشتر از همین. احیانا بچه فریان زنی جوونه، در مادر درسته کابودشون خیلی مهمه، بچه جوان 18 سالشه 20 سالشه ممکن عصبانی بشه، نباید که خشمگین بشن نسبت به بچه، مخصوصا این زمانها که خیلی اون ارتباط ها خیلی گسترده تر شده، خواست شلوم باعث فراری شدن بچه از خونه میشه. در زمان قدیم اینجور نبود، جایی نداشت اون بچه. این تلفن ها یه دستی که اومده و اینترنت ها و سایر این چیزا و سایر ارتباط جمعی، خیلی این جمله‌ای که بیش از 3000 سال پیش به ما گفتن هوه علوم یوتر میبنه بدخواه جز اهالی خونه، بیشتر از همه اگر توهین هم به تو کردن آروم باش. اگر این چنین باشی عقاد شوهر خوب میفهمد این خونه ای که من درش هستم، اگر بخوای باش جر و بحث کنی، جر تو خونه باشه، دعوا تو خونه باشه، خاص شلو شخینا از اونجا دور میشه. عبار بیمیر حداش ایشون در یکی از روزهای جمعه در
با یکی از تنمیدهاش در خیابون رد می شدن، یک گل فروشی دیدن. بیبی می به اون تنمیدش میگه گل خریدی برای همسرت برای شبات؟ این تنمید میگه ما که تازه ازدواج نکردیم، ما را با هم خوب هستیم، جرود دعوایی نداشتی که بخوام برم براش گل بخرم. من با هم هستیم، رابطه همون خوبه. یه تو داری اشتباه میکنی. زن همسر در خونه روز شبات چقدر زحمت کشیده، غذاهای مختلف درست میکنه و تو راحت به تو هم اجازه میده بیایی تو به تمید راش، حتی روز جمعه بیایی توی شیوا کله آموزش تو را داشته باشی، صبح تا ظهر ساعت دو برمیگردی خونه، داری برمیگردی خونه. چجور میتونی قدردانی کنی؟ جنونشون بدی که من کارهایی که تو کردی در دید من است. پس یک شاخه گل، یک شاخه گلی که قیمتش هم خیلی بالا نیست، یک دسته گل نمیخواد چیز گرون بخرن که از نظر مالی بهشون فشاری، همین که نشون بدن که من احساس میکنم و میفهمم که تو برای خونه زحمت کشیدی، خونه رو مرتب کردی، جارو کردی، میز رو چیدی، هرچی که لازمه شبات هست. این گل خریدن یا یک هدیه کوچک خریدن، این نشونه نباید در زمانی که خاص شدم اگر رابطه بد باشه بخوان با هم دیگه شروع کنن آشتی کنن، نه، همیشه بایستی که این درک رو ما داشته باشیم. موضوع قدردانی کردن، تشکر کردن از اهالی خانواده و نشوندنده چیه؟ نشوندنده آنی. آقای شورخو می فرماد بلزه هم بید. من به شخصی که خودش رو حقیق قرار میده، بابای خونه است، رئیس خونه است، زحمت میکشه، درآمد میاره، خرجه میده به اهالی خونه، ولی خودش رو باید کوچیک بگیره. بس که خودش رو مانند آنی، آنی یعنی فرق شخصی که همیشه سر به زیره. اگر این چنین باشه و ما تفیلال آنی کی عطف میفنه اشنش بخزید، شخصی که آنی است عقلش با خود تفیلاش رو میفهم. یا دیگه باز در تحریم لامد دالید میگه زه آنی قرا و ادونای شمعه کی شمعه ال اویانیم ادونای. خداوند شنونده شخصی که مسکیره، یعنی خودش رو مانند مسکین قرار میده، مانند افراد حقیر قرار میده، با وجود که ثروتمنده و نیرومند. و نکته دوم، خارد الدوارد، تو خونتون بایستی که ترس از هشم وجود داشته باشه. عکس ها و تابلوهایی که خاص بشانم زننده است در خونه، اصوره که در دیواره های خونه عکس خواننده ها یا اگر دیگه زنهای خواننده گوین باشه که خاص بشانم که این گناهش خیلی سنگین تر. جبور ها حتی دختر اینها رو میره روش تأثیر میذاره، خودش رو میخواد مثل این نشون بده، مثل یک زن گور، یا مثل که میبینه پدر و مادرش به این اهمیت دادن. این نشوننده ای که در این خونه ترس خدا وجود نداره خاص بشه، باعث شه که به فساد کشیده بشه. خارد الدباره یکی از ربانی به نام ریبیونا لب مندلسون، تلمید عرب ختم سوفه بود، عرب ختم سوفه یکی از بزرگان دوره بود. این همیشه صبح شبات به موقع می اومده کنیسا، جز اولین نفرات. در یکی از شبات ها که جای مهمون بوده در همون شهر،
این به کنیسه صبح نمیاد. تلمیداش میان بعد از تفیدا نگران میشن. چطور شده؟ چطور شده آرام نیومده کنیسه؟ میرن در اون جایی که اونجا اتاقی که تحت اختیارش قرار داده بودن، میبینن که بیونا مندلزون ایشون یک پارچه زخیمی روی چشمش گرفته داره اون مزمورهای تهلیل میخونه، داشته گمارا میخونده، علاقه ها میخونده، در حالی که روی چشمش بسته. تلمیدی میگن چه خبر شده هارب شد نیومدید کنیسا؟ که وای وقت تفیلا رسیده بوده، من نفهمیدم که آفتاب زده. میگن چرا چشم تو رو بستی؟ بیونا میفرماد من دیشب وقتی که شام خوردم بودم تو اتاق، که در اتاق یک فانوسی گذاشته بودن، چراغ گذاشته بودن، برق نبوده اون موقع، که نور باشه. من پای نور نشسته بودم که داشتم مطالعه میکردم. اون خدمتکار گوین اومد تو اتاق من، دید که این چراغ فانوسه نفتی که درش هست داره تموم میشه. برای من میره، برای من رفت، دیدم رفت و یک چراغ فانوسی آورد پر از نفت و نورش زیاد بود، برای من گذاشت و در رو بست و رفت. و من همطور که میدونید طبق هلاخا اگر گوییم برای در روز شبات برای اسرائیل مخصوصا کار ایسور انجام بده، آسور برای اسرائیل از اون استفاده کنید. من متوجه شدم این چراغ رو مخصوصا برای من روشن کرده و آورده رو شب شب با. و آسوری که از اون نورش استفاده کردم فوراً حوله زخیم روی چشمم قرار دادم و نشستم مطالبی که بلد بودم که ماراها داشتم میخوندم و مطالعه میکردم. و اینقدر در قور رفته بودم نفهمیدم که زمان رو و اون نت هما یعنی درخشش آفتاب رو ندیدم، نفهمیدم که آفتاب زده و تصور کردم هنوز شب و این رو از چشمان بر نداشت. و ما خارد الدواره اینه، کسی که از خدا میترسه نکات‌هایی که باعث که انجام بده حتی خودش تنها هم هست اون موقع انجام میده. نمیگه کسی اینجا نیست، کسی نمیفهمه، من خودم تنها هستم. وقتی که چیز آسور هست آسوره. البته اگر گوییم برای خودش روشن کنه، اسرائیل هم میتونه از نورش استفاده کنه. یه اتاقی هست که مثلا گوییم هم نشسته میده برای خودش میاد چراغ روشن. ولی اگر ما متوجه میشیم که برای ما روشن کرده فقط و خودش ول میکنه میره بیرون، از اون کار آسور ما نمیتونیم استفاده کنیم. و این شخص این نکته رو رب بیونا این رو انجام داد. چرا؟ خارج از دیواره. و نکته بعد که میفرماد که باعث که اون خروه یعنی کسی که دنبال حوثش نیست. اون خروه اول دوبارین نکته بود، آنی اون خروه به خاره دنده بارد، یعنی حوث باز نیست، برای هشم کار میکنه، دنبال هوا واسه دلش نمیره. اگر چیز آسور باشه، چیزی که نباید که نگاه کنه، غذایی که نباید که بخوره، انجام نمیده، دنبال پرحوثی نیست. وقت زمان توراش رو، عبادتش رو برای اون هوس‌های خودش باطل نمی‌کنه.
زمان تفیلا کریس رسید، بلند میشه تفیلاش رو مینها عربی زمان رو معین کنه برای آموزش دوره. خونه ای که این چنین باشه، اقاد شورکون می فرماد این بیت المقدس من. من به این نگاه میکنم. الان که بیت المقدس خراب شده، من جایگام کجاست؟ محدی که در اونجا بین زن و شوهر یگانگی باشه. شخینای من در اونجاست. موقعی که احترام هم رو بگذارن، به یک دیگر اهمیت بدن و هر کسی فکر خودش نباشه، این شخینام رو من در اون قرار میدم. یکی از مصباحایی که به عهده خانم هاست که در روز جمعه که خونه شون رو تمیز میکنن، اینه که اگر دیدن در گوشه خونه تار عنکبوت هست، معمولا گوشه های سقف عنکبوت ها تار درست میکنن. اینها باعث تنبیه تمیزش کنه و این باعث شلوم بعید میشه، باعث که تو خونه شلوم بعید میشه. یکی از چیزهایی که گفتن خانمی که احیانا تأثیر داره و شلوم بعید خونه رو به هم میزنه اینه که در خونه تار عنکبوت هست. اما تار عنکبوت چیکار داره؟ چیکار داره به شلوم بعید؟ چه نکته‌ای در این عنکبوت ها هست؟ اما عنکبوت نر و مادهش اینها با همدیگه زندگی نمی کن. هر کدومشون جداگانه برای خودشون میرن تا هم با دستشون از هم جداست. و این چیز در آیین خانواده ما معنی نداره. خانواده‌ای که زن و شوهر به هم دیگه اهمیت ندن، در هر کسی دنبال کار خودش هست، خواست شروید بسن اینم کمید خواهد که نر و ماده از هم جداست. برای خودشون هر کدوم جداگانه دنبال کار خودشون هستن و دنبال این هستن که هر کدومشون تومه دیگری رو به دام خودشون بده. این نکته رو تا تقدرش داره یاد ما میده که من شخینام رو در خونه قرار میدم که در اونجا یگانگی باشه، همبستگی باشه، تواضع و فروتنی باشه. این شخینای هشم در اون خونه است و به تمیق داشه هر کسی در خونهش میتونه قرار بده. شهد حشر مکیش فردی که گاوی را ذه می کند برای قربانی ولی هنوز تشوبا نکرده است، مانند فردی است که آدمی را زده است و کشته است. یا اینکه کسی که بره ای را برای قربانی تقدیم می کند ولی دستش آلوده گناه است، مثل اینکه سگی را گردن زده است. یا اینکه کسی که هدیه مینها تقدیم می کند به حضور من ولی تشوبه و توبه نکرده است، مثل اینکه خون خوک تقدیم کرده است. یا اینکه کسی که کندر را برای قربانی های بخور تقدیم می کند ولی همراه با گناه و افکار گناه است، مثل این که کلام نادرست از دهان خارج کرده است. چون آنها هنوز راه بدشان را در دستشان گرفتند و با افکار بدشان و کارهای نجسشان جانشان تمایل دارد، همچنین من انتخاب می کنم طبق روش آنها از چیزی که می ترسند بر سر آنها می آورم، که صدا زدم و جواب دهنده ای نبود، صحبت کردم و شنونده ای نبود، و انجام دادن بدی در نظر من آنچه که من میل نداشتم.
آنها انتخاب کردند در ویدوی روز کیپور که اون ویدوی اگادون میخونیم، بعضی از شب کیپور هم میخونن ویدوی ربنو نیسیم، در یکی از قسمت هاش موقعی که انسان میخونه اشک در چشم هاش جمع میشه، میگه خدایا چیزی که تو حلال دونستی من حرام دونستم، چیزی که تو طاهر دونستی من تامه دانستم، چیزی که تو دور کردی من نزدیک کردم، ولی به خاطر عصبانی کردن تو نبوده. ساتان من رو گرزه. کسی که کاری که میکنه به خاطر هوسش هست، یا این که کسی که کاری میکنه هوس نداره ولی ضدیت میکنه، خیلی فرق مانده. اینجا می فرماد به اشه لخافستی با حارو عقاد شارخو می فرماد، من بهشون گفتم اینها با قصدن می اومدن و کاری که میل من نبود، دستور من نداده بودم، اینها مخالفش انجام می داد. به خاطر همین من هم طبق چیزی اینا که خواستن سرشون میاد، میدا که نگه میدا. ولی وقتی که ما تشکر از درگاه هشم میتبارخ کنیم، قدردان باشیم از درگاه هشم میتبارخ، بدونیم که هر چی که هشم به ما داده، هر چی که داریم از جانب هشمه، هشم بیشتر میدا که نگه میدا. اگر هر فردی از صبح که بیدار میشه تا شب کارهایی که اخدش برای خوب کارهای نیکی که براش انجام داده روی کاغذ بینیست، روی دفتری بینیست، شب بگه خدایا تشکر کنم من صبح براحت بیدار شده، تشکر کنم از تو تونستم غذا بخورم، تشکر کنم به من قدرت دادی میتونم راه برم، برم در مغازه با مشتری ها حرف بزنم، به من روزی من رو رسوندی، تشکر میکنم که همسر من با من همراهی کرده، تشکر میکنم که به تو به من بچه های خوب دادی، تشکر میکنم از تو که دیدگان رو خوب میبینه، تشکر میکنم. هر چیزی که شما فکرش کنید خوبی های هشم میتبارخ. بسیار متاسفانه این رو اهمیت نمیده. یک نفر میاد پیش ربی اسحاق زیلبرشتین چه نگهدارشون باشه، جمونی بوده، میگه آره من خسته شدم از دسته زندگی، چطور شده وقتی که من میام خونه همه خونه به هم ریخته است، بچه هایی بر میریزن او بر میریزن، اسباب بازی رو زمین ریخته، اصلا زن من اهمیت نمیده. آرا بهش میگه حرف تو میدونی چیه؟ مثل موقع که اسرائیل تو بیابون بودن. یعنی چی آرا؟ یه قدش بارو به ملت اسرائیل این همه دوستشون داشت بهشون ماندا، به راحتی قضاشون تحت اختیارشون قرار داده بود که هر کس آرزوی این قضا داشت. اومدن چی گفتن؟ آه همش مان میخوره، هر روز مانه. اومدن شکلی و شکایت کرد، بهش میگه آرا زرشتن، به این جوان میگه میدونی چقدر خانواده هستن احتیاج به فرزند دارن، چقدر دعا میکنن که خداوند به اونها فرزند بده، خونشون سوت کوره، هفته یک بار با زور خونشون تمیز میکنن، هیچ چی کثیف نیست، همه چیز در جاشه. و تو هشم بهت این نعمت رو داده، بچه های سالم که میدونن بازی میکنن چی میریزن ای بر او بر، تو شکایت میکنه از این خوبی هشم؟ دوره بیابان هم همین بود، خدا بهشون مانداد، اومدن گفتن چی به ما دادی، ما نمیخوام
من میخوای گرسنگی بکشی بهتره، بچه نداشته باشی خاصشان اون بهتره، که الان بچه داری سالمن میان بازی میکنن هوشیار هستن، حالا افتاده باشه وسایل هم افتاده باشه خودت خمبوش رو جمعش می. این چیزی که تو بیای گردگی کنی و بخوای بگی من طاقت ندارم خسته شدم، به جایی که صدت رو بارا کنی میگه خدایا شکرت خانواده ای هستن که بچه ندارن یا خواستشون برمینان بچه دارن بچهشون ناقصه، چقدر زجر میکشن. تو عشبیت ورخ بچه های سالم بداده و میگی خونه به هم ریخته است و دیگه خانمت هم حق داره چند برای خواه بچه باید قضا درست کنه، خونه مرتب کنه، بچه ها رو تمیز کنه. مگه وقت چقدر چند ساعت تو روز هست؟ شبان روز 24 ساعت نمیشه بکنن هیچ 48 ساعت همون وقتش پره، باید باش هم کاری کن. موقع سرش میدازه پایین و میاد دست راو رو میبوسه و میگه من در اشتباه. کسی که قدردان باشه از حشویت باره حشویت باره بهش بیشتر میده، ولی اگر خواستش رو بخواد گلگی کنه مخالف دستورات هشم انجام بده، عقل شارخون اینجا میفرما یمعنی فرد به تعدله کارهایی که اونا میکنن من هم سرشون میاد. اگر خوب باشی شکر خدا به جاویاری عقل شارخون خوب بیشتر و بهتر به ما میده. در مورد شکر کردن قدردانی کردن از هشمیت پرخ ریوی سیم حکوک ایشود خیلی در این مورد کتاب ها نوشتن و داراش ها کارشتن شبات و در این مورد که انسان باید که در هر لحظه قدردان باشه از خوبی های هشمیت پرخ، چشمش باز باشه، چشمش رو باز کنه و ببینه که چقدر خداوندش خوبی ها کرده، اون موقع خوبی های همسرش هم میبینه و در نتیجه شلوم بعید خونه داره. اگر قدردان باشن مسلمن هشمیت پرخ اون نعماتش رو بیشتر به اونها سرازیر میکنه. ابرخی بوده که مدتی چشم درد داشت، چند تا دکتر میره دکترها نمیفهمن این چیه، به خاطر چه چشماش کمسو شده بوده، دیدش کم شده بوده. میره پیش یکی از پروفسورها که راب بزرگی هم هست و وارده به نام دکتر فیرر در بن مبارک هستن، میاد نزد ایشون و تمام اون چیزهایی که از دکترها داشته پرونده ها نشونش میده اون مطالعه میکنه و میگه خیلی ناراحتی تو زیاده، این بیماری تو شدیده و اینجا کسی نیست که بتونه این رو پاسخگو باشه، فقط دکتری هست در عرصه تبدی در آمریکا بوستون، آدرسش بهش میده برو اونجا شاید اون بتونه این عمل جراحی رو برای تو انجام. این فرد با همسرش مسافرت میکنند و میرن آمریکا. وقت دکتر میگیرن و موقعی که دکتر اونها رو اون مرد رو مبرخ رو بدقا میکنه معاینه میکنه آزمایش های مختلف به من میاره میگه این از من دوره، من نمیتونم کاری وارد بکنم، خیلی دیر رسید و عمل جراحی هم برای تو فایده نداره. اینها ناراحت و سرافکنده از نزد دکتر میان بیرون با همسرش. ناگهان این ابرخ یاد صحبت‌های راوش میفته ربی سیمخا کوب که گفت باعث که در تمام لحظات شکرگزار باشی درگاه خداوند، تشکر کنی از درگاه خداوند. شاید به خاطر این نکته بوده که من هیچ وقت
تشکر از خدا نکرد. همه خوبی هایی که به من داده هیچ وقت دهان اون رو باز نکردم، میگم خدایا شکره، خدایا شکره من تونستم ازدواج کنم، خدایا شکره تونستم خونه بخرم، خدایا شکره تونستم به من بچه سالم دادی. این فرد اولین بیت میدراشی که اون نزدیکی ها بوده واردش وارد میشه، میسته جلوی خوان، عشق میریزه، میگه خدایا تو چقدر بزرگی، نیستیم به نفرات از درگاه توه، چقدر خوبی ها به من انجام دادی که من کوتاهی کردم و تشکر نکردم. من خیلی ناراحت و پشیمان هستم به خاطر اون خوبی هایی که به من کردی و من یادم رفته که تشکر. من این نکته رو از حالا بر خودم قبول کردم که در هر لحظه تمام هر نفسی که میکشم شب گذار باشم. شروع میکنه تشکر میکنه از درگاه خدا هم که خداوند چی کارهایی بارش کرده، خدا تشکر کنم که من به سلامتی رسیدم، از در هواپیما هیچ مسئله پیش نیومد. چقدر هواپیما هست در هوا سقوط میکنه، من به سلامتی رسیدم به مقصد. عشق میرزه و با صمیم قلب نیست در درگاه، به درگاهش میتونه قد دانیم. اینها دمسرش بیه، خب ما بعد دیگه بلیتمون رو بریم تنظیم کنیم که برگردیم پیش برگردیم ایر سقدوشا. این دکتر خب گفت دیگه کاری نمیتونی برای ما. همسرش بگه نگاه کن یه باریگم برو پیشش، شاید راهی رو برات پیدا کرد، شاید دوایی رو راقدی چی بهت بده، دست خالی برگردیم. نه دوباره وقت بگیرن میرن پیش اون دکتر، دوباره چرا اومدی؟ من که جواب بهتون دادم. همسرش بیا خب لااقل گفتیم یه بار که نگاه کنی، شاید بتونید معاینه کنی، نگاه کنی شاید بتونید یک دوایی چیزی براش بیدار، لااقل عمل نمی کنی یک قطعه یک قرصی یک چیزی پومادی. این دکتر نگاه چشش میکنه و معاینه میکنه، میگه کجا بودی تو؟ کجا رفتی؟ اصلا وضعیت چشمت عوض شده، از این رو به او رو شده. من نمیفهم تمام این چیزا که من دیدن آدم میبینم اون چیزی نیست که قبلا دیدم چند روز پیش. من میتونم این عمل رو برای تو انجام بدم، این عمل رو انجام میده و سلامتیش رو باز میگیره، برمیگرده ارسق دوشا. موقعی که برمیگرده ارسق دوشا تعریف میکنه برای آرتمیس آراب بوک، آراب صحبت های شما باعث نجات من شد، من در خواب بودم. تو خیلی حتی بزرگان، حتی اون افراد صدیق افریقا در این فکر نیستن. تشکر کن. نکته مهمی که هر کسی باید که به این خودش بگه. داشت تعریف کرد، اونجا یه ابرخ دیگه هم بود، داشت تو کنیسا ایستاده بود، داشت این حرفا رو گوش میکرد. ایوه من هم به خاطر اینجور گیر دارم، دو تا دختر بزرگ دارم، 30 سالش بوده، 28 سالش، 30 سالش هنو ازدواج نکرد. خاطر اینه من هم ایش وقت بود یادم نمیاد از بزرگی و خوبی های خودت تشکر کرده باشه. اینم میاد نیسته به حضورش که طرف در کلیسا تهلیم رو باز میکنه، بعدش تشکر میکنه از تمام خوبی هایی کشم بهش کرده. همین که این تفیلاش برای خوابیشه، در عرض یک بار دوتا دخترش رو نامزد میکنه و ازدواج میکنه. این قدانی تشکر از درگاه شیطرخ نکته خیلی مهمیه و خاصش اون برعکسش، چیزی که هشم نمیخواد ما انجام بدیم برای دیگه از دهان بیرون آوردنش خیلی مشکله و باید که سروران متوجه باشه که این نکته ها رو در طی زندگی اجرا کنن که انشاءالله خودش بارو خوب این ثمره خوب رو امتداد بده، استدام داشته باشه و خوبی هایی که هشم ترخ به ما کرده انشاءالله باز ادامه خواهد داد. وسیله تشکر و قدردانی کردن از هشم.
شیم او دور ادونای هر دیمل دورو بشنوید کلام خداوند ای آن افرادی که به کلامش اهمیت میدهید، آنهایی که ملتهایی که اعلام میکنند که ما برادران شما هستیم ولی دشمن شما هستند، آن ملتی که شما را طرد میکند و حرف زور به شما میزند، آنها میگویند به خاطر کار ماست که نام هشم معزز گشته است، ولی بدانید که آبروی آنها ریخته می شود و همه دنیا آنها را می شناسند. آنها می ایستند و می بینند شادی شما و شرم و خجالت آنها را فرا می گیرد، چون آنها ظلم زیادی به ملت که اسرائیل کردند، ظلمی که صدای فغان آنها از شهر مقدس یروشلایم شنیده می شد. صدای خراب کردن خانه خدا توسط دشمنان به آسمان ها رسید. همچنین خداوند در مقابل این ندای خود را با این چنین اعلام می دارد و با صدای بلند این چنین می گوید که تمام این دشمنان مجازات آنها خواهد رسید. باز اینجا در مورد احریدیم الدبارو قدشوار خوب میگه شما اسرائیل، شما که به کلام من اهمیت میدید، ترس از هشم داشتن و از خدا ترسیدن نکته خیلی مهمیه. کسی که از هشم میترسه این گناه نمیکنه، مرتکب خطا نمیشه، بزرگی هشم همیشه در مقابل رویش هست و فراموشش نمیشه. بی یوسفی ایشون تعریف کنن، گفتن که در یشیوای ما یک نفر عرب اسرائیل می اومد کار میکرد، یک بار مرخصی میگیره میخواد بره گردش با خانوادش اردن میرن نزدیک همسایه ارسخودوشا. موقعی که برمیگرده این عرب یاد پیش راو کلل بوده در یوسفی اونجا کار میکرده، میگه نمیدونی چه بلایی سر منو بردن اونجا. چی شده؟ میگه من رفتم اونجا دلار بردم که تبدیلش کنم به اسکناس اونجا به اون کشور اردن. رفتم بانک اسکناس های دلار رو تبدیل کردم به اسکناس اونجا، خب برای خرج رفت و آمده هرچی که لازم بوده. موقعی که پول ها تو دستان بود، اسکناس ها توی دستان بود تو خیابون میشموردمش که بذارم تو جیبون، یکی از اسکناس ها از دستم افتاد، باد اومد این رو برد، دویدم دنبال، زود پام رو گذاشتم روش که باد اون رو نبره که ورش دارم. تا پام گذاشتم روی این اسکناس دوتا سرباز من رو گرفته. به توهین میکنی؟ توهین کردم من؟ بوله خودم ورداشتم. تو پا گذاشتی روی روی اسکناس که عکس پادشاه ما برونه؟ چجور به خودت جرأت دادی؟ این رو میبرن من رو بردن زندان، گفته یا باید تو زندان بمونی یا جریمه پولی بدی. به خاطر چی؟ پا روی عکس پادشاه گذاشت. یوسفی این رو برای جماعت تعریف میکنه، میگه نگاه کنی که اون متعاله هم نسبت به پادشاهشون اینجور اهمیت میدن، ما نسبت ملخ 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 پادشاه عالم آیا این احساس رو داریم؟ کاری نمی کنیم که بهش بی حرمتی بشه؟ در کنیسا که نشستید صدای
تلفن ها رینگ رینگ، چیه این؟ این بی حرمتی به خدای خالق ما نیست؟ موقع تفیلا بار بغل دستیمون حرف بزنیم نشون دهنده چیه؟ ما احساس نکنیم اینجا در کلیسا خونه خداست. تو داری پا خاص بشنم روی بزرگان و مقدسین ما داری میزه و هیچ کس نیست حرف بزنه. یک نفر اون در اون صحبت ها بود که آرام صافی صحبت کردن، این فرد خوزر بچوه شده بود، گفت آرام من موقعی که جوان بودم برای من همچی مطلب پیش اومد، پول از دست افتاد، ولی در کشور تایلند، اونجا هم پادشاه داره، پول از دست افتاد، پام روش گذاشتم که باد رو نبره، من رو گرفتن. اون موقع جریمه پولی هم نکردن، انداختن اون زندان. بی حرمتی به پادشاه ما کردی. وقتی که اینها رو ما میفهمیم، بایستی که نویوه ایت خکمه نیمیسوته. از دشمنامون ما یاد بگیریم چه بوده عبادت خدا رو داشته باشیم. دشمن خوبی فرماد شمایی که از هشم به کلام هشم اهمیت میدید و میشنوید کلام هشم، بدونید حتی اونهایی که افرادهایی که میگن ما با شما برادری، ولی دست پشت به شما خنجر میزنن، دام و تله براتون قرار میدن، در قلبشون با شما دشمنی دارن، مثل عصاب که با یعقوب میگفت من برادرتم ولی براش دام و تله پهن کرده بود. اگر شما از من ترس و حراس داشته باشید، از اونا دیگه ترس ندارید. روزی میرسه که اینها مجازات میشن، شما در شادی ها هستید و اینها از دور فقط نگاه میکنن و سرشون میدازن پایین که چگونه به شمایی که کارتون دلا بوده توهین کردند و دست درازی کردند. بترم تحیل یلادا، قبل از این که ای یروشالایم درد بر تو واقع گردد و چه هایت سراغ تو خواهند آمد، قبل از این که درد زایمان سراغ او آید، بچه خود را که بنزخار هست به دنیا خواهد آورد. چه کسی شنیده است این موضوع یا دیده است مثل این که یک کشور در یک روز بچه هایش را به دنیا بیاورد، یا تولد کند ملتی را یک جا چون کشور سیون، بچه هایش را یک جا در خودش قرار داد و درد بر او واقع گشت و بچه هایش را در آغوش گرفت و در میانش آمدند. من هستم که این خداوند می فرماید که این امر را انجام می دهم. اگر من سختی می دهم و زن زاو را به محل زایمان می آورم، آیا من نمی توانم او بچه اش را به دنیا بیاورم؟ همچنین اگر من اون متحولام را به وجود آوردم، آیا نمی توانم قدرت را از آنها قطع کنم و موقوف دارم از آنها قدرتشان؟ می فرماید خداوند. این چند پاسخ که خوندیم در ادامه مسئله قبل که عقل شرخون فرماد در طی گالوت اون متحولان که تظاهر میکردن که ما شما رو دوست داریم، ما با هم برادر هستیم، اینها دست پشت به شما خنجر میزدند و دام و تله برای شما پهن کردن، عاقبت اینها رسوا میشن در اومدن ملک مشیح و گئولا و همه اون جامعه اسرائیل در سراسر دنیا یک جا جمع میشن در اسق دوشا و یروشالایم رو تشبیه کرده مثل مادری که بچه هاش ازش دور هستن
و بدون اینکه درد زایمانش زیاد بشه بچه‌هاش بچه رو به دنیا میاره. همینطور میفرماد آقا دشبارکو در اومد در زمان آمدن ماشیه درد زایمان وجود داره، سختی وجود داره، اون سختی همیشگی زمان کوتاهیه و گئولا ظاهر خواهد شد. همونطوری که یک زن که میخواد بزاد سخت و درد داره، بعدش که بچه رو به دنیا آورد آرامش داره، همینطور دنیا در زمان آمدن مشیح فرماد هیوم حرت اولا اولا مثل دنیا آبستنه، آبستنه که مشیح رو به دنیا بیاره، گئولا رو برای ما بیاره که ما همه منتظر هستی. فقط اقادشوار خوب این نکته رو که در اول صحبت ها عرض شد خدمت بود و هم دیگه یکی باشی از هشم به ترسیم اهمیت بدیم به مصره ها، مطمئنن این روز رو خواهیم دید. سیم خوبه تیروشالایم و گیلو با کل او همه ها سی سوی تا ما سوز کرم تبلیم علیه ها خوشحالی کنید ای اهالی یروشلایم، شادمانی کنید تمام آنهایی که دوستدار او بودید، خوشحالی و شادمانی کنید با آن تمام آنهایی که عزاداری خرابی به تمیق داشت و بر خود قبول کرده اید، آنهایی که در عزای خرابی به تمیق داشت ناراحت بودند، مزد آنها زیاد است. شما مانند بچه ای که از سینه مادر شیر می نوشد و استفاده می کند، همچنین شما می نوشید و سیر می گردید از تمام غنایم تسلی دندگانش، استفاده می کنید و لذت می برید از عزتی که به سوی شما می آید، زیرا این چنین می فرماید خداوند، اینک من می دهم به سوی این ملت سلامتی و تندرستی مثل رودخانه، مانند جریان رودخانه که سریع حرکت می کند، عزت امتها و پول ثروت آنها به سوی شما خواهد آمد و شما بهره خواهید برد، بر کتف هم خواهی شد و بر زانوان پرورش پیدا خواهید کرد. آقای شرخوی فرماد از زمان اومدن مشیح شما از همه نظر کامل خواهد خاطر اشاره میکنه الصد تیناسهو، الصد یعنی ما معنی میکنیم کتف، منظور چه بر کتف هم میشید؟ حالا بنشخی توضیح میفرمان که زمانی که ما بیت همیقداش داشتیم در طرف شمال شمدون بوده و در طرف جنوب شورخان بوده، تا فون که شمال بوده صفون ببخشید طرف شمال شولخان بوده، یعنی میزی که بوده در بیت همیقداش، طرف جنوب بیت اون سالن بیت همیقداش قسمت جنوبش چی بوده؟ اون شمدون بوده. فرمان هاروتسه لحکیم یگرین، موقعی که انسان اگه کسی بخواد حکمت و دانشش زیاد بشه یدرین طرفی وایسه موقع لحش بخونه طرف داروم، چرا؟ چون داروم اونجا داروم یعنی جنوب شمهای بیت المقدس بوده و نور تورا به نور تشبیش. هر کسی احتیاج به پول و ثروت داره، از نظر مالی هم میخواد پول بشه تکمیل بشه، موقع که لحش بخونه کمی سمتش رو بده طرف شمال، شماله چون که طرف شمال شورخان بوده، شورخان بیت المقدس که روی اونجا نانهای دروغ قرار داده بودن.
از این دو نکته شمال و جنوب اشاره به ثروت هست و اشاره است به خخما. رشته بوت این ها چی میشه؟ صفون صدیک، جنوب میشه داروم و همدیگه میشه صد. اینجا به فرواد الصد تینسه بود. موقعی این که گولای شما فرارسی، شما هم از نظر مالی غنی خواهید شد هم از نظر خخما. ما الان نمونش رو میبینیم، برو خشه خخمای اسرائیل در هر جا هست، در همه جا اسرائیل ها برو خشه و از خخما و دانش پر هستن و از نظر مالی و مالی هم نیز در آمد هستن. این ها همش نشونه اون سرصد تین هسته، هم از نظر مالی هم از نظر معنوی تورا خخما در صد قرار خواهید گرفت. مانند مردی که مادرش او را تسلی می دهد و دلش را آرام می کند، همچنین من به شما سخنان دلنشین می گویم و وسیله آبادانی به تمیقداش شما تسلی خواهید یافت. خواهید دید تمام این معجزات قلب شما خوشحال خواهد گشت. استخوان‌های شما مانند علف‌ها و گیاهان سرسبز خواهند شد و گل خواهند کرد. معلوم خواهد گشت قدرت خداوند به بندگانش و خشمش بر عدویانش، زیرا خداوند به وسیله آتش گهنم دشمنان را مجازات می کند و با مانند گردباد است مرکب او برمی گرداند با خشمش و مجازات می کند دشمنان را و با شعله آتش آنها می زند، زیرا خداوند آنها را در آتش گهنم با آتش گهنم آنها را قضاوت می کند و حسنه ها و شمشیرهایی که امت هادام اختراع کردن بر خودشان وارد خواهد شد و بدین وسیله زیاد خواهد بود آن کشتگانی که از بین می روند توسط معجزات خدا. آنهایی که خودنمایی می کنند و خودشان را آماده می کنند و طاهر می کنند در استخرا و جایگاه آب، مکان آبهایی که در باغها است، برای هوس دلشان و گروه گروه به آنجا می روند برای لذایز جسمی. آنهایی که گوشتهای غذاهای غیر کاشر می خورند مانند گوشت خوک عصام می گردند. آنهایی که غذاهای ناپاک می خورند مثل این است که از موش و نجسی ها و خزندگان استفاده کردند. تمام اینها یک جا نابود خواهند شد و مجازات خواهند شد. فرمایند چون من اعمال و افکار آنها را میبینم و میدانم، به همین خاطر آنها را مجازات میکنم. و در زمانی که سایر امتها را میآیند و جمع میشوند در عرص قدشا و تمام این مجازات، این تمام معجزات را می‌بینند و عزت مرا خواهند دید، قرار خواهند داد در آنها علامتی و می‌فرستم از آنها رسته‌ای به امت‌های مختلف در کشورهای دوردست، کشورهای ترشیش، پور و لود، کشورهایی که سازنده اسرای هستند و کشور توبر و یاوان، جزایرهای دوردست که اسم مرا نشنیدند و ندیدند عزت من، اطلاع میدند عزت من در امتها. اینجا به صورت خلاصه توضیح چند پاسخ ندیدیم، وقتمون زیغه.
میفرماد که اقدش برخو میفرمان که من تمام اونهایی که کارهای خلاف میکردن ایده‌ها تصور نکردن که من اطلاع ندارم، همه همانشون اومد سر نزد من. اون موت هاورامی که همه اینها جمع شدن اومدن ارسقدشا که با شما به شما حمله کنند و با شما ستیز کنند، همه اینها شکست بخورند و میبینن عزت من. از اونها چند نفر رسته قرار میدن که برگردن کشورهاشون و تعریف کنن این افراد چجوری هستن، علامت دارن. هر کدومشون یک نقص عضو به هم زدن، یکیشون دستش کار کنه، یکیشون باشه که چشمش خراب شده، که گوشش، هر کسی یه علامتی داره که میرن اونجا میگن این بلایی بوده که خدای اسرائیل ها بر اونها آورده. اوت میفهمه و سمتی با هم اوت یعنی علامت بر اونها، بر اونهایی که برمیگردن شهرهاشون رو تعریف میکنن. اینها خود این علامت ها اون افراد دیگه هم که میبینن تعجب اونها رو فرا میگیره و همین نکته باعثه که ملت اسرائیل که اونجا باز موندن، خیلی اسرائیل ها ما از وجودشون خبر نداریم، تمام اینها برمیگردن به ارث قدوشا با دست پر و خود اونها رؤسای اون کشورها کمک میکنن که اون اسرائیل ها برادرای شما برگردن به ارث قدوشا، که این رو در پاسخ 20 کاف اعلام میکنه که الان ترجمه میکنیم. با آنها خواهند آورد تمام برادران شما را از تمام امت ها برس قدوشا، امرا با هدیه برایش، با وسایل های نقلی مختلف، اسباب و مرکب ها و وسایل های سرپوشیده عمل و نه، با قاطر ها، با رقص و پای کوبی بر کوه مقدس من یروشلایم. می فرماید خداوند همانطور که خود جماعت اسرائیل هدیه می آورند در بیت المقدس، با ظرف های در ظرف های طاهر و پاک در خانه خدا، از آن افرادی اسرائیل که از کشورهای مختلف آمدن، از آنها نیز می گیرم کهنی مولوی. می فرماید خداوند زیرا همانطوری که آسمان ها تجدید می گردد در هر روز و زمین نو میگردد در هر روز، که من هستم آنها را ایجاد کردم و استوار و قائم هستند به جلو من. میفرماید خداوند همچنین نسل شما و نام شما پایدار خواهد ماند ای ملت اسرائیل تا به ابد. آنچور خوب جا چند جای مختلف این رو به ما گفته. اگر دنیا نابود بشه خواست شلا و موقع میتونی بگی برای اسرائیل مسئله پیش بیاد، تا موقعی که کره زمین هست ملت اسرائیل هم هست که این یعمود زرخه میشین ما تو که آسمان و کهکشان ها و زمین و تمام این منظومه شمسی و تمام چیزهایی که در دنیای پهناورک هست ما هیچی در مقابلش حساب میشه. اینها هستن که از چیمتون اینها رو آفریده، همینطور میفهمد که یا عمو زر اخم و شیم خم خواهد بود در هر ماه به ماه و هر هفته به هفته خواهند آمد افرادهای مختلف، هر بشری که خدا پرست گشته است می آید به حضور من که سجده کند به حضور من. می فرماید خداوند تمام آن افرادی که از جاهای مختلف از کشورهای مختلف می آیند برای زیارت خانه خدا، می روند در تمام سرزمین ارث و بازدید می کنند لاشه های افرادی که تقصیر کرده اند به من و تمام محل قبرستان های آنها را می بینند، آنهایی که خطاکار و تقصیرکار بودند، زیرا کرم آنها نمخواهد مرد
و آتش گهنام آنها خاموش نخواهد گشت، تمام کافرها مورد سرزنش و خار و خفت خواهند بود در نظر تمام دنیا. این پاسخ آخرین پاسخ کتاب شیانویه، به خاطر اینکه با پاسخ خوب خاتمه بدیم و خواهیم برای ما معین کردن که پاسخ یکی قبل از این هم یک بار دیگه خونده میشه و این ارتباطیه که شبات روش خودش داره با هفت را. و هایا میده حدش به حد شو خواهد بود هر ماه به ما، و هر شب هفته به هفته خواهند آمد تمام زی حیات برای سجده کردن به حضور من. می فرماید خداوند و علین و علین اتباعات شما قدوش اسرائیل. می دانید که خودش برای خوب ما رو موفق کنه به آبادانه به تمقدار سلامتی و تندرستی به تمام بیماران، تمام اونهایی که سختی دارن خودش برای خوب گشاینده تمام سختی هست به زخوت رشد خودش شبات که و بیشتر از که این شبات رو اهمیت بدیم به عزتش میتبرخ با بطورن کسادی بطورن قضای اضافه تر به خاطر روش خودش یکی قضای جزی اضافه تر درست کنه را به نشخه میفرگاد. خوبه که برای شباتی که در اون روش خودش هم هست یه قضای اضافه تر اگه بطورن و خیام این خودش سیمخای ما رو زیاد خواهد کرد. موفق باشیم گیولاش شره مامن که ایرات سنکورا خیلی تو برخیم شبات شده و روش خودش تو. Thank you.